سلام، سه‌شنبه هفت شهریور 96، 29 آگست 2017 میلادی. در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که کارگران نساجی قائم شهر که تنها 200 نفر از 1200 کارگر قبلی این کارخانه باقی ماندند، دیروز دست از کار کشیدند و جلوی کارخانه تجمع اعتراضی داشتند. کارگران 3 ماه حقوق نگرفتند. این کارخانه رو به چندی پیش به شورای شهر قائم شهر تصویب کرد، شهرداری تصدی کرد، اما شورای شهر جدید معتقده که کار شهرداری بنگاهداری و کارخانه داری نیست و بنابراین دوباره مالکیت کارخانه معلق و موقت شده. بازنشستگان آموزش و پرورش هم جمعیشون دیروز جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع داشتن. تعدادی از اونها 6 ماه حقوق نگرفتند و خواستار همچنین تعیین تکلیف نحوه پرداختاشون هستند. بازنشستگان فولاد هم برای چندمین بار دیروز جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع داشتند، خواستار پرداخت به موقع حقوق و مزایاشون هستند. صندوق‌های بازنشستگی اکثراً ورشکسته هستند. 2 صندوق بزرگ کارکنان دولت و سازمان تأمین اجتماعی هزاران میلیارد تومان پول ازشون برداشت شده توسط دولت که بازپرداخت نشده، ضمن اینکه سرمایه گذاری های اونها هم در بسیاری موارد به اشکالاتی خورده، زیانده بوده، اختلاس و دزدی شده و بنابراین یک معضل بزرگ کشور هم مسئله صندوق های بازنشستگی است که سالیانه هم هزاران نفر به مستمری به گیران اضافه میشه. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم بیانیه‌ای صادر کرده و در این بیانیه از بازنشسته‌ها دفاع کرده. تجمع بزرگی که 31 مرداد جلوی مجلس داشتند و از مسئولین به دلیل حل نکردن مشکل بازنشستگان انتقاد کرده و همینطور تجمعی که در اون شعار آزادی فرهنگی و زندانی معلم آزاد باید گردد، به خصوص اسماعیل عبدی که در زندان سر داده شد. موضوع دوم این که امروز عصر ساعت 6 بعد از ظهر خانم هنگامه شهیدی بعد از 6 ماه زندان و انفرادی و بازجویی و فشار به قید وثیقه آزاد شد. 3 فرزند و داماد آقای محمد علی زم، پدر روح الله زم که کانال آمد نیوز رو در ترکیه راه اندازی کرده، تا کنون در تهران بازداشت شدند. حفاظت قوه قضاییه به بازداشت اونها پرداخته که عملا در واقع اطلاعات سپاه و تا این لحظه معلوم نیست که چه بر سر اونها آمده. 8 ادمین کانال های تلگرامی طرفدار دولت و اصلاح طلب هم از 6 ماه تا 5 سال زندان محکوم شدند. از جمله علی احمد نیا، ادمین اصلاحات نیوز، نوشته که او به 5 سال زندان محکوم شد. همینطور اضافه بر زندان برای اونها محرومیت از فعالیت های رسانه‌ای و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی هم در نظر گرفته شد. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم خبر داده از اینکه وزیر اطلاعات گزارش کرده که مامورین امنیتی از منزل آقای کروبی رفتند و گفته موضوع هست در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و انشالله گام های بعدی مثل درخواست محاکمه آقای کروبی که گفته بود هم برداشته خواهد شد. برحال بارها هست که به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای صورت گرفته، مطرح شده بود که مصوبه شورای امنیت داره، ولی مسئولین شورای عالی امنیت ملی از جمله آقای روحانی تکذیب کرده بود.
موضوع سوم این که پیکر آقای دکتر یزدی فردا چهارشنبه به تهران منتقل خواهد شد و پنجشنبه مراسم تشییع او از جلوی حسینیه ارشاد یا احتمالاً مسجد قبا با اقامه نماز میت توسط آقای دعایی انجام خواهد شد. مسعود شجاعی، کاپیتان شجاع تیم ملی فوتبال ایران، به گزارش تقاطع در پشت پرده کشمکش زیادی داشته بر سر اینکه مثل احسان حاج صفی توبه نامه بنویسه که نکرده این کارو، حتی گفته من کار خطایی نکردم که اظهار ندامت و پشیمانی بکنم، و بعد هم حتی وقتی به او فشار آوردن که دست کم عکس محسن حججی رو که در سوریه کشته شده رو در اینستاگرامش بذاره و گفته این کار رو هم نمی کنم برای اینکه سوء استفاده از کسانی است که شهید شدند. حتی آقای کیروش هم مربی تیم ملی پادرمیانی کرده، از او خواسته که هرچی میخوان بنویسه ولی او زیر بار نرفته. موضوع چهارم این که حقوق ارتش و سپاه 21 روزه که تأخیر در پرداخت داشته. دولت میگه از محل همون تقویت بنیه دفاعی باید حقوقشون پرداخت بشه، در حالی که اونها معتقدن نیروهای مسلح که این برای تقویت بنیه دفاعی است و بودجه جاری باید جداگانه پرداخت بشه. وزیر راه و شهرسازی هم عنوان کرده که 19 میلیون بد مسکن داریم، یعنی در ساختمان‌های غیر استاندارد و غیر ایمن و سایر مشخصات فنی رو ندارن دارن زندگی میکنن، که میشه 35% تقریبا جمعیت 59 میلیونی شهرنشین کشور. او ضمناً گفته بین 10 تا 15 میلیون نفر هم حاشیه نشین شهرها داریم و 8 میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهرها رها شدن. مجموع این اعداد بیش از 40 میلیون نفر میشه و به این ترتیب عددی بین تنها 17 میلیون تا 20 میلیون نفر در کشور در مسکن استاندارد و قابل سکونت زندگی میکنه. 207 نماینده مجلس هم نامه ای رو امضا کردند و از خدمات 12 ساله آقای قالیباف در شهرداری تهران تقدیر کردند. باید دید که آیا این 207 نماینده آمادگی دارند که پاسخگوی دزدی ها و سوء استفاده ها و بی برنامگی ها و بریز و بپاش های شهرداری در دوره آقای قالیباف هم باشند یا نه. موضوع پنجم اینکه رهبر حماس در نوار غزه اعلام کرد که روابط با ایران در حال توسعه است و رفته رفته مثل گذشته خواهد شد. ضمناً او تاکید کرده که ایران بزرگترین حامی گردانهای ضد انقسام شاخه نظامی حماس. اما در سوی دیگه جروزالم پست خبر داده از اینکه آقای نتانیاهو گفته اگر جلوی توسعه حضور ایران در سوریه گرفته نشه کاخ بشار اسد رو بمباران خواهد کرد. در یمن درگیری بین طرفداران علی عبدالله صالح و حوثی‌ها بالا گرفته. بعد از کشته شدن معاون علی عبدالله صالح انگشت اتهام به سوی حوثی ها دراز شده و درگیری این دو گروه مخالف به نفع عبدرب منصور هادی رئیس جمهور یمنه که الان در عربستان و تحت حمایت سعودی هاست. پی بی اس امریکا هم خبرنگارش گزارش داده از اینکه پنتاگون دنبال راه حلی است که پهپادهای ایرانی رو که به فراز ناوهای امریکایی گاهی میان از کار بندازه. اما موضوع آخر این که پلیس کرمانشاه ده‌ها و بلکه صدها کبوتر رو بازداشت کرده، توقیف کرده و در قفس کرده برای اینکه به امر قاچاقبری مشغول بودند، یعنی قاچاقچیان از کبوتر برای نقل و انتقال قاچاق
استفاده میکردند. اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.